مادر، شما در چند وقت پیش در اون کلیپی که اومد بیرون از وکلا و فعالین حقوق بشر درخواست داشتی که کمک کنن ناصر بیاد بیرون، درسته؟ عارضم خدمتتون که وقتی که این درخواست رو داشتید، ما هم بر اساس وظیفه انسانی که داریم و وظیفه ذاتی وکالت، بنابر درخواست شما و اون وضعیتی که از شما دیدیم، اومدیم آمادگی اعلام کردیم برای پیگیری کارهای ناصر. عارضم خدمتتون با توجه به اینکه ناصر تمامی شرایط استفاده از دفاع و آزادی مشروط رو داشت و این دفاع رو ما میتونستیم انجام بدیم که ایشون با آزادی مشروط بیاد بیرون، هم برای مرخصی ایشون و هم آزادی مشروط بر اساس درخواست از دتالی و خود ناصر بهتون میدیم. مکرر پیگیری کردیم تا اینکه آقای دادستان تهران در ملاقاتی که با زندانیان در حضور خبرنگارا در زندان داشتن، درخواستی رو ناصر به ایشون میده بر پیرو درخواستی که ما داده بودیم برای استفاده از آزادی مشروط. دادستان تهران هم یه دستوری در پیرو اون میده. در ملاقاتی که من با ناصر در زندان اوین داشتم، ایشون خیلی خوشحال بود و گفتن که دادستان موافقت کرده و به من موافقت ضمنی رو گفته که من با درخواست شما موافقت میکنم و پیگیر باش. من پیگیر کردم مکرر این داستان رو و در راستای همین داستان ما درخواستی دادیم، هم من هم ناصر، که با ضابطین یه دیدار داشته باشیم که ببینیم ضابطین نظرشون برای آزادی ناصر چیه. خلاصه تا امروز که خدمتتون هستیم، ضابطین نه جلسه‌ای با ما برگزار کردن نه با خود ناصر، علی‌رغم قولی که به ناصر داده بودن. تا اینکه هفته گذشته ناصر از زندان با من تماس گرفت و گفتش که من برم دادستانی تهران. من مراجعه کردم، گفتن آقا پرونده رو ما اطلاع نداریم، ما پرونده رو ارجاع دادیم به خود اجرای احکام، برید پیش آقای محمدی. ما مراجعه کردیم به اجرای احکام زندان اوین، گفتن که آقا با شخص دادستان بر اساس گزارش ضابطین با آزادی مشروط ایشون مخالفت کرده. گفتیم به چه دلیل؟ گفت دلایلش محرمانه است. گفتم من وکیلش هستم، دلایل رو به من اعلام کنید، من بدونم ایشون که اون شرایط قانونی رو که قانونگذار گذاشته برای آزادی مشروط داراست، از بحث این که یک سوم مجازات رو گذرونده، حسن اخلاق داره، سنش بالاست، مریض احواله، مادر مریضی داره. خلاصه گفتن نه آقا مخالفت شده. قبل از آزادی مشروط به ما اعلام کرده بودن که با تقاضای مرخصی ایشون با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی هم موافقت شده، که متاسفانه در تاریخ 25/7 که مراجعه کردیم به دادسرای اوین، متوجه شدیم که علاوه بر اینکه آزادی مشروط ایشون رو مخالفت کردن، با مرخصی ایشون هم مخالفت کردن. و هرچی هم من اصرار کردم و خواستم از قضات اونجا که پرونده رو بدن من مطالعه کنم، تا الان که خدمتون هستیم پرونده رو به ما اجازه مطالعه ندادن و دلایل رد آزادی مشروط رو هم نمیدونیم چیه و قطعا این امر برخلاف حقوق شهروندیه، برخلاف نظر قانونگذاره، برخلاف شرایط آزادی مشروطه، چون ناصر تمامی شرایط استفاده از آزادی مشروط رو داره و نمیشه اینکه اینها حالا دل بخواهی بر اساس سلیقه شخصی یه جا آزادی مشروط رو اعمال کنن برای اشخاصی، برای دیگران اون رو مخالفت کنن و دلیل رو هم ما نمیدونیم و حداقل بایستی میگفتن که آقا بنا به این دلایل ناصر نورد گلتپه شرایط آزادی مشروط رو نداره. و تا اینجا ما پیش رفتیم، امیدواریم که حالا انشالله با پیگیری‌های مجدد که قطعا ما از راهکارهای قانونی و تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد، مجددا این درخواست رو میدیم و به چشم به راه آزادی پسرتون هستید محقق پیدا کنه. من در خدمتتون هستم، شما هم حرفی دارید بفرمایید. آقای جون، میدیم به شما، اول خدا دوم شما. من نمیتونم جای برم، نمیتونم کار بکنم. همونطور تو به خدایی کمک کنن بیا بیرم. انشالله، چشم. ما هر کمک از دستمون بر بیاد انجام میدیم. توکل بر خدا. انشالله، انشالله، انشالله.
ناصر آزاد کن. اون به من مملکت کار نداره که. من تنها موندم پیر شدم. میترسم بمیرم بچه‌مو نبینم. به خاطر خدا این آزاد کن بیا. انشالله. انشالله امیدواریم که آزاد شی. به شما هم سلامت و تندرست باشید. ناراحتی شما هم این گریه های شما واقعا برای ما زجرآوره و دردآوره، چون شماها برکت زندگی ما هستید، برکت خانواده هستید. هم ناصر دوست داره شما رو ببینه، هم شما دوست دارید ناصر رو ببینید، ولی خب فعلا درگیر این داستان هستیم ببینیم حالا خدا چی میخواد. امیدواریم که اینها به درخواست بعدی ما جواب مثبت بدن. شما هم دعا کنید انشالله که انجام بشه. آخه چی میشه؟ منتظریم دیگه ببینیم چه تصمیمی میگیرن، حالا ببینیم خدا چی بخواد.